برای بررسی صحبت‌های علی خامنه‌ای، مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن همراه ما هستش. آقای مهدوی آزاد، آقای خامنه‌ای اوکراین رو قربانی سیاست‌های غرب می‌دونه و هیچ صحبتی از اقدام تجاوزکارانه پوتین نمی‌کنه. سوال اینجاست که چطور رهبر یک نظامی که خودش رو پرچم‌دار دفاع از مظلومان می‌دونه، الان در قبال این تجاوز نظامی هیچ موضعی رو اتخاذ نمی‌کنه و صحبتی نمی‌کنه؟ و ببینید، حرف آقای خامنه‌ای به صورت معمولی سرشار از اخبار دروغ، دیس انفورمیشن و اخبار جعلی، اطلاعات جعلی، اطلاعات گمراه کننده است. اون چیزی که در جهان غرب توی بررسی آکادمیک الان بهش میگن پروپاگاندای ایرانی، چینی، روسی. و همین الان تو حرف آقای خامنه‌ای در مورد اوکراین هم همین بود، از جمله اینکه مثلا آمریکا روسیه رو وادار کرد که به اوکراین حمله بکنه. یه دروغ کاملا کلاسیکه. من یه بار گفتم از بیش از 20,000 کیلومتر مرز زمینی روسیه، کمتر از 6% با کشورهای اوکراین در واقع هم با کشورهای ناتو هم جوار هست. در 94% اصلا ناتو حضوری نداره. یا قبل از اینکه روسیه جزیره کریمه رو اشغال بکنه، تو روز روشن اشغال کرد، اصلا ناتو برنامه استقرار نیروی فوق العاده در شرق اروپا نداشت. برای بخش بزرگی از حرفای خامنه‌ای به وضوح اطلاعات دروغ یا دیس انفورمیشن. اونجا در مورد این سخنرانی آقای خامنه‌ای و موضع جمهوری اسلامی در مورد اوکراین، فقط مهم این نیست که حرفاشون اطلاعات دروغه، مهم این هست که حرفاشون به معنای واقعی شرم‌آوره، به معنای واقعی هبوط اخلاقی یک حکومت. الان در دنیا اگر نگاه بکنید، حتی چینی ها که در واقع خبر جز قدرت بزرگ محسوب میشن، همتراز روسیه هستن و مدعی هستن، حتی چینی ها اینطوری که ابراهیم رئیسی با ولادیمیر پوتین حرف زد، از حمله به اوکراین دفاع نکردن. حتی کشورهایی که الان یه جورایی در واقع قدرت های کشورهایی که یه جورایی وامدار روسیه هستن، یعنی مثلا بشار اسد عروسک ولادیمیر پوتینه، یه بیا در واقع مترسک است دست ولادیمیر پوتین. حتی بشار اسد هم اینطوری از حمله به اوکراین دفاع نکرد که آقای خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی داره حل میکنه، دفاع میکنه. اینکه یه جمله وسطش بندازم بگم ما البته به صورت اصولی با جنگ مخالفیم، این بازی شوخیه. واقعیت این هستش که در روز روشن روسیه داره حمله میکنه و حکومت ایران داره دفاع میکنه، در تبلیغاتش دفاع میکنه، پروپاگاندا میکنه، میگه این به خاطر تحریکات آمریکا بود. و تازه آقای ابراهیم رئیسی در مکالمه با پوتین میگه که من امیدوارم تحولات اخیر منطقه به نفع مردم تمام بشه. فعلا فکر میکنم اینجا یه نکته کلیدیه ما باید در خاطرمون بسپاریم که مسئله بله ببخشید آقای خامنه ای یک صحبت دیگه هم که توی این سخنرانی داشتن، گفتن که اوکراین پشتوانه مردمی نداره. نظر شما درباره این صحبت با توجه به واقعیتی که امروز شاهدش هستیم چیه؟ ببینید، حتی اگر اوکراین پشتوانه مردمی نمی داشت هم، باز دلیلی برای اینکه کشور قدرتمندی مثل روسیه بخواد حمله بکنه، خاکش رو اشغال بکنه، دولت دست نشانده بهشون بگذاره اونجا، نمیشد. حتی اگر بشریت مردمی نمیداشت. منتها واقعیت باز دوباره برعکسه. این هم یکی از همون دیس انفورمیشن ها، اخبار دروغی است که گفته میشه. دولت اوکراین اتفاقا یک دولت کاملا دموکراتیکه. حالا اگر تمایلات مثلا غربی داره، خب تمایلات سیاسی دولته، تمایلات سیاسی ملتشه. همچون که همین الان هم در ایران اگر شما انتخابات برگزار کنید، به احتمال قریب به یقین یک دولت غربگرا میاد روی کار، اگه انتخابات آزاد برگزار کنه، نه یک دولتی که بخواد به همه دنیا فوش بده. یا مثلا آقای خامنه‌ای گفت در اوکراین اومدن انقلاب های مخملی رو انداختن. این تبلیغ کلاسیک جمهوری اسلامی است. هر جای دنیا دو تا آدم آزادی خواه جمع بشن بگن ما استبداد نمیخوایم، میگه این زیر سر غربی هاست. منظورش انقلاب 2004 2005 در واقع تحولات 2004 و 2005 انقلاب نارنجی در اوکراین هست. حالا ممکن است چند تا نهاد غربی حمایت کرده باشن، رسانه غربی پوشش داده باشن، ولی معرفی کردن جنبش های آزادی بخش در دنیا، جنبش های دموکرات در دنیا به عنوان ابزار آمریکا، این تاکتیک پروپاگاندا و تاکتیک سیاسی مقامات ایرانه. من فکر می‌کنم در مجموع حرف این قسمت از حرف خامنه‌ای میتونید بخش دیس انفورمیشن حکومت بدونید. سپاسگزارم از همراهی و توضیحات شما. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار، بن، آلمان.